هفته گذشته رو در دوشنبه با برنامه‌ای در مورد 20مین سال روز ترور میکونوس آغاز کردیم. برنامه‌ای که با استقبال شما بینندگان و شنوندگان عزیز روبرو شد. مطلبی در پایان برنامه عنوان شده بود از سوی آقای رحیم رشیدی، روزنامه‌نگار کرد که یکی از مهمانان برنامه بودن، با این مضمون که آقای رشیدی در پایان برنامه این مطلب عنوان میکنه که مردم کردستان همیشه از آقای بنی صدر برای این فرمان که پوتین ها را باز نکنید تا کردستان را تصرف میکنید عصبانی بودند، ولی ایشان در روند دادگاه میکنوس کمک فراوانی کردند. این صحبت آقای رحیم رشیدی بود در مورد آقای بنی صدر در پایان برنامه. دفتر آقای بنی صدر با ما تماسی گرفت برای روشن شدن این مطلب و اینکه اشاره داشتن سوء تفاهمی در این ارتباط در طول سالها پیش اومده. روزنامه اطلاعات پنجشنبه 14 فروردین 59 فرستادن. کل مطلب این گونه است: در آذربایجان غربی کسی که یاغیگری پیشه کرده و عده‌ای را به گروگان گرفتند، از جمله فرماندار خوی، دیروز این مطلب در کمیسیون امنیت ملی گفته شد و آنها سه روحانی فرزند پیغمبر را کشتند و شش نظامی را تهدید کردند که اگر تا 24 ساعت پادگان‌های ژاندارمری را منحل نکنید، و چون عده‌ای از آنها نیز گرفتار شدند گفتند اگر گروگان‌های ما را رها نکنید ما گروگان‌های شما را خواهیم کشت. در آنجا گفته شد که مبادله انجام بگیرد. اشارهشون به جلسه کمیسیون امنیت ملی است. آقای بنی صدر میگه من مخالف بودم و مخالفم. کسانی که در خدمت جمهوری اسلامی قبول خدمت میکنند، شهادت قدم اول آنهاست و باید آماده ی شهادت باشند. اگر رئیس جمهوری شما را هم به گروگان بگیرند، شما حق ندارید تسلیم منطق دشمن بشوید. بنابراین اگر آنها تهدید خود را اجرا کردند، انا لله و انا الیه راجعون. ما آن گروگان ها را شهید ملت تلقی میکنیم. اما آقای بنی صدر در پایان میگن از همین لحظه ارتش حق ندارد پوتین از پای درآورد مگر آنکه آن خطه را از وجود این یاغی ها پاک کند. ایشون توضیح میدن که اشارهشون به مردم کردستان نبوده، اشاره به اون یاغی و اون گروهی هست که در آذربایجان غربی دست به این گروگانگیری و این وضعیتی که الان توضیح داده شد داشتن. در آذربایجان شرقی غربی کسی که یاغیگری پیشه کرده، عده‌ای رو به گروگان گرفته که از جمله فرماندار خود، دیروز در اجتماع امنیت، جلسه شورای امنیت امنیت ملی ما این مسئله گفته شد. اونها سه روحانی فرزند پیغمبر رو کشتن، شش نظامی رو، و تهدید کردن که اگر تا 24 ساعت پادگان‌های ژاندارمری رو منحل نکنید، اگر گروگان‌های، چون از اونها هم عده‌ای گرفتار شدن، گروگان‌های ما رو رها نکنید ما گروگان‌های شما رو خواهیم کشت. در اونجا گفته شد که مبادله انجام بگیرد. من مخالف بودم و مخالفم. کسانی که در خدمت جمهوری اسلامی قبول خدمت میکنند، شهادت قدم اول اونهاست و باید آماده شهادت باشند. اگر رئیس جمهور شما را هم به گروگان بگیرند، شما حق ندارید تسلیم منطق دشمن بشن. اگر اونها تهدید خودشون رو اجرا کردن و اینا الیه راجعون، ما اون گروگان‌ها رو شهید ملت تلقی میکنیم. اما از همین لحظه ارتش حق ندارد پوتین از پا در آورد مگر اینکه از وجود این یاغی ها پاک کنند. دفترشون مطلب رو بر ما فرستاد و برای روشن شدن مطلب این رو لازم بود عنوان بکنیم. برنامه امشب رو با این توضیح به پایان میبریم. تا افق دوشنبه 3 مهر ماه یادتون نره ساعت 8 شب به وقت ایران.